امروز یه دونه مکبوک دارم اینجا، مدل A1466 مکبوک ایر، اینجوری که میبینید. این دستگاه دیروز چای ریخته روی کیبوردش و روشن نمیشه، برای میخواییم دستگاه رو هم دیگه باز کنیم ببینیم اگه اتصالی کوتاهی چیزی داشته باشه یا فقط نیاز به تمیزکاری داشته باشه، باتریش مشکل داشته باشه، مادربردش یا هر چیز دیگه ای رو با هم تو این ویدیو بررسی میکنیم و سعی میکنیم که دستگاه رو تعمیر کنیم، روشن کنیم، چون دیتایی که توی دستگاه هست خیلی مهمه. پس اولین کاری که میکنم این پیچ های پشت رو باز میکنم. این کاور پشت رو میاریم بالا. چه خاک توشه، حجم خاک رو میبینی. حالا فعلا کاری با این نداریم، این هم از توی دستگاه. دستگاه به شدت توش خاک هست، خیلی زیاد. این شد مرحله اول کار. مرحله دوم اینه که باتری رو میارم بیرون، کابل ها رو جدا میکنم. اولین کابل آنتن رو داریم اینجا، این بر کابل دیسپلی، بعد این پشت کابل سپیکر، اینجا هم سپیکر این سمت، این کابل پورت شارژش رو داریم. و خود پورت شارژ. بعد از اون میریم که اینجا این فن رو باز میکنم. پیچارم ببین، من همینجوری میچینم اینجا بغل هم دیگه. خب این سه تا پیچ اینجا میشه فن دستگاهمون، که کابلش هم این کابل کوچیکی است که اینجاست. این از فن. این بوردی که اینجا هست یه دونه پیچ داره، این پیچ رو باز میکنم و این بورد رو از اینجا میارم بیرون. آثار آب خوردگی که من روی نمیبینم. حافظه سامسونگ 128 گیگابایتی داره، حافظه سامسونگ 128 گیگابایتی. پیچ های روی بورد، معمولا پیچ های روی بورد همه سایزشون یکیه و سمی میذارمشون با هم. این پیچ هیتسینگش هم بذار من بردارم. حالا این بورد رو من از اینجا به این صورت میارم بیرون. اینجا آب نفوذ کرده تو، اینجا جایی که آب اومده تو از روی کیبورد. خب یه دور دیگه من این تو رو تمیز میکنم. هنوزم خیس بود. فعلا با این بدنه کاری نداریم، با این کیبورد و اینا. کار مهم ما میشه روشن کردن این بوردی که این قسمتش هم آب خورده. خب اینم از عینک. عینک رو میزنم به خاطر اینکه طولانی مدت که با مایکروسکوپ کار میکنم اینجا دماغم سخت میشه، برای همین اینو میزنم. ببینید اینجا ببین اینجا جایی که ما یه کوچولو مشکل داریم.
این قطعه اینجا رو تمیز کنم ببینم اینجا اتصالی کوتاه نداشته باشه. دیگه ببینم کجا هست. اینا فکر میکنم مشکلی نداشته باشن. اینجاها فکر میکنم بیشتر همون مشکلی هستش که روی این داری. تمیز کنم ببینم اگه نیاز باشه این قطعه رو میارم بیرون. زبان ببینم مسیر ما چطوریه، اینجا شورت شده نشده، داستان چیه. این ببین یه ذره غلط انداز این قسمت، میبینی در رنگش عوض شد. خب تا اینجا که به ظاهر همه چیز سالمه، حالا کاری که میکنیم اینه که پورت شارژمون رو اول یه تمیز میکنیم، یه بررسی میکنیم، بعد پورت شارژ رو وصل میکنیم، ولتاژ ها رو اندازه میگیریم. این قسمت پورت شارژ رو وصل کردم، کابلش رو هم به همین صورت. ولتاژ و آمپرتون رو میتونید از پشت دستگاهتون ببینید، به طور مثال این 14.85 اینجا من 13.7 ولت رو دارم. بله اینجا 8 ولت رو دارم. 13 بعد 8 7 و 3 13. حالا کاری که میکنم اینه که این الان خاموش میکنم، دوباره بورد رو برمیگردونم این تو، برای اینکه بدونم تصویر میده یا نه باید این من تست کنم. امره میز مارکاسکوپ رو من بدم اون بر. خب اینجا ببینم، من اینجا این کابلا رو رد کنم. حالا بدونی که باتری رو متصل کنم، در ابتدا خب ببین لوگوی اپل رو دارم اینجا روشن میشه، هیچ مشکلی هم ندارم. بعد الان از مشتری بپرسم که دقیقا میخواد چیکار کنه، فقط دیتا رو میخواد، چون مکبوکش هم یه ذره قدیمی هست، بیشتر بحث دیتاش واسهش مهم بود تا اینکه حالا این تعمیر بشه دوباره کار بکنه. الان کاری که من میکنم اینه که تمام کانکتورها و کابلا رو وصل میکنم، دستگاه رو دوباره بوت میکنم. باتری، حالا ببینیم دستگاه روشن میشه یا نه، چون بعضی وقتا کیبورد که خراب باشه ممکنه که دستگاه روشن نشه. است بله، اینم از این دستگاه کاملا بوت میکنه. بذارم خب ببینم، خب این کار میکنه، کیبوردش هم اتفاقا داره کار میکنه، دستگاه کاملا بدون مشکل. بریم واسه اینکه به مشتری زنگ بزنیم و ببینیم داستانش با این لپتاپ چیه، چیکار میخواد بکنه، دیتاش فعلا سر جاشه. آبی چیزی روی دستگاهتون میریزه، اگه سریع اقدام بکنید واسه باز کردنش، تمیز کردنش. ببینید الان یه قطره دقیقا آب بود، این آب اگه طولانی مدت
اون قسمت میمون، شانس این که اون آیسیا اون دوروبر خراب میشد خیلی بیشتر بود و باید تعویض میشد. حالا تعویض شدنشون هم مهم نیست، ولی بعضی وقتا مشکل رو بیشتر میکنه، تعمیر پیچیده تر میشه، هزینه بالاتر میشه. واسه همین اگه آبی چیزی روی دستگاهتون میریزه اقدامات اولیه رو انجام بدین. اگه از سمت کیبورد آب میریزه روی دستگاه، سعی کنید حتما لپتاپتون رو روشن نکنید به هیچ وجه دیگه. به این صورت از سمت کیبورد لپتاپتون رو اینجوری روی میز بذارید، درشو که باز میکنید بذارینش روی میز. این باعث میشه که اگه آبی چیزی این توی روی کیبورد هست روی بورد نره، یعنی رو به پایین بمونه و بیاد بیرون تا حدودی. این از این، حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن، چون بعد وقتا ویدیوهای تعمیرات لایو هست، موقع واسه نوتیفیکیشن میاد. و لایک کن ویدیو رو حتما، سوال نظر هر چیزی هم که داری واسه توی کامنت ها بنویس، اکثرا کامنت ها رو میخونم جواب میدم. تا ویدیوی بعد.